مرد رعشه پیری مبادا ریزت آبروی مرد تا نگردد عجز طاقت شبنم ایجاد عرق صبح نومیدی مخندان از کمین موی مرد گر طبیعت غیرت اندیشد ز وضع انفعال سرنگونی کم و باهی نیست در ابروی مرد بند بند آخر به رنگ مو دوتا خواهد شدن در جوانی ننگ اگر دارد ز خم زانوی مرد هرچه از آثار غیرت می تراود غیرت است جوهر شمشیر دارد موج ز آبجوی مرد بحر این نقش نگین گر خاتمی پیدا کنی لا فتی الا علی بنویس بر بازوی مرد هیچ کس نگسیخت بیدل بند اوهامی که نیست آسمان عمریست میگردد به جستجوی مرد با عرض سلام و تبریک مخصوص به مناسبت عید سعید قدیر خم و با دعای این که ما از پیروان واقعی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه اطهار باشیم چند کلمه در این مناسبت خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم البته این اصوات زیبا و ابیات زیبایی که تا حالا شنیدیم واقعا پیام عید قدیر را به نحو احسن به گوش شما رساندند ولی خب شاید خالی از لطف نباشه چند نکته‌ای که به ذهن این حقیر خطور کرده خدمتتون عرض بکنم خوب است که در همچین مناسبتی ما گرد هم جمع شویم و به شادی و سرور خودمون بپردازیم و در واقع بروز بدیم ولی در این حال خوب است که از پیام این عید و مسئولیتی که با پذیرفتن ولایت حضرت علی و ائمه اطهار در واقع متوجه ما شده است واقف باشیم و به این مسئولیت بیشتر فکر کنیم من عنوانی برای این سخنرانی انتخاب کرده بودم که البته به خاطر زیر وقت ممکن است که همه یادداشتهایی که اینجا دارم نتونم خدمتتون عرض بکنم و این عنوانی که انتخاب کرده بودم علی علیه السلام منادی آزادی انسانی یا بشری بود واقعا پیام اصلی ولایت حضرت علی و انتخاب ایشان به عنوان جانشین پیغمبر اکرم در چی بوده و حضرت علی در واقع در سالیانی که هم در زمان سه خلیفه زندگی کردن و بعد خودشون هم در واقع رهبری امت رو به عهده گرفتن هدفشون و کارشون و عملکردشون چی بود که ما از ایشون یاد بگیریم و اون مسئولیتی که بر دوش ما هست بهتر انجام بدیم علی علیه السلام وقتی در طول زندگیشون میبینیم اصول آنچنان محکمی دارد که در اعماق وجود و نهاد هستی ریشه دارد ایشون در خطبه های مختلفشون که مخصوصا در جای جای نهج البلاغه به ثبت رسیده ما میبینیم که اصول فکری که ایشون
در واقع به نسل‌های بعدی منتقل کردند این بود که اون اعتقاداتی که ما باید داشته باشیم، اون هدف‌هایی که ما باید داشته باشیم باید یک واقعیت عینی باشه، انتزاعی و صرفاً فلسفی نباشه، بلکه چیزی هست که ما در هستی به وضوح می‌بینیم. و اگر این به اصطلاح ریشه ها رو در هستی خودمون، در آفرینش خداوند ببینیم، بهتر میتونیم به اون عمل کنیم و این رو در زندگی بشری خودمون و در جامعه خودمون پیاده کنیم. اصول او همگام و همسنخ با فطرت و سرشت خداگونه انسان هست. یعنی همون چیزی که در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها، و اون رو به عنوان دین قیم معرفی می‌کنه، یعنی انسان دارای یک فطرت پاکی است که همه انسان‌ها گذشته از وابستگیشون به یک دین خاص، به یک گروه خاص، به یک جامعه خاص دارند. این اسمش از فطرت. فطرت چی هست؟ فطرت اون چیزی هست که ما رو به سوی حقیقت و در نهایت به سوی معنا و به سوی خدا میخواند. در واقع یک صدای درونی است که هر انسانی اگر بخواهد میتواند این صدا رو بشنود و این صدا او رو به حقیقت راهنمایی میکند، البته به شرطی که گوش خودش رو کر نکرده باشه و بتونه اون صدای فطرت الهی رو بشنوه و در زندگی خودش تحقق ببخشه. یعنی اصول حضرت علی علیه السلام اصول فطری است و خواسته او به ظاهر آسان و ساده است، ولی در عمل بسیار دشوار است. نه برای ایشون، البته برای ماها که الان در غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به سر میبریم، این اصول رو پیاده کردن برای ما آنچنان ساده نیست و سخت است. یکی از اصلا اینه که کونو للمظلوم خصمن، کونو للظالم خصمن و للمظلوم عونن. گفتم دیگه سخته، خیلی سخته. یعنی برای ظالم خصم و دشمن باشید، برای مظلوم کمک و یار. این اصل اولی هستش که ایشون در طول زندگیشون دنبال میکردند. یعنی برداشتن بار ستم و استبداد از دوش انسانها و بنای جامعه نوین بر اساس حقوق، کرامت و شرافت همه انسانها. خیلی جالب است وقتی ما نامه های مختلف حضرت علی به حکمرانانشون میبینیم، مخصوصا نامه خیلی معروفی که به مالک اشتر نوشتن که والی ایشون در مصر بود، میبینید که این اصول فقط شامل حال مسلمین و مؤمنین نبود، بلکه همه شامل همه انسان ها میشد، گذشته از واقعا دینشون، مذهبشون، آیا مذهبشون درست هست، آیا غلط هست، آیا به نژاد خاصی وابسته هستن، آیا از قوم و از فامیل خاصی هستن یا نه. یعنی حقوق، کرامت و شرافت برای همه، نه فقط برای خواص، نه فقط برای کسانی که ما بهشون میگیم مؤمن یا بهشون میگیم مسلمان وارسته یا مثلا بهشون میگیم عالم یا هر چیز دیگه. وقتی این رو از حضرت علی علیه السلام میبینیم،
و به زندگی خودمون نگاه میکنیم میبینیم که ما خیلی وقتها فرق میذاریم بین انسانها. یعنی به محض اینکه یکی مثلا ساز مخالفت با ما زد، ما حالا اگه حتی هم اینو اظهار نکنیم، ابراز نکنیم، ولی احساس در اونمون این هست که این زیاد از ما نیست و اگر بتونیم شاید یه مقدار سعی میکنیم حقوق اون رو هم ندیم یا اینکه حتی پایمال کنیم حقوق اون آدم رو، چون مثلا خیلی با ما مخالف است یا مثلا یه حرفی زد که ما رنجیده خاطر شدیم و غیر و ذالک. ولی در زندگی حضرت علی همچین چیزی جا ندارد. محور آزادی و کار هست. آزادی انتخاب، آزادی انتخاب در اعتقادات و آزادی انتخاب روش زندگی و کار. چرا کار؟ جمله معروفی از حضرت علی هست که خیلی هم کوتاه هست، همه میتونن یاد بگن، حتما شما دوستان همه میدونید: من لا معاش له لا دین له. کسی که معاش ندارد و زندگی خودش رو نمیتونه بچرخانه، این در واقع دین هم نمیتونه داشته باشه. این به ظاهر تناقضه. ما چرا وقتی فقیریم نمیتونیم دین داشته باشیم؟ یعنی اون بیچاره، اون فقیره که پول نداره، دین نداره؟ اینجا منظور یه چیز دیگه است. اینجا منظور اینه که برای رسیدن به اهداف والا و اصلا فکر کردن به هدفهای بالاتر از خوردن و آشامیدن، انسان به یک چیزهایی، به یک ابزارهایی نیاز دارد که بتونه اصلا فکر کنه. اون آواره جنگی که الان در مجارستان گیر کرده و نمیتونه مثلا طرف آلمان یا کشورهای مرفه بیاد، که در یک قطار با صدها نفر مثل گوسفندا به صدا باید به سر ببره، اون اصلا میتونه به معنی زندگی، به هدفهای معنوی فکر کنه؟ حضرت علی هم در جای جای نهج البلاغه همینو میگه. کسی که کار نداره نمیتونه نون در بیاره. کسی که زیر سلطه و استبداد زندگی میکنه نمیتونه آزادانه بیاندیشه و آزادانه انتخاب کنه و آزادانه معاش خودش رو در بیاره. یعنی حقوق و آزادی های انسان ها برای ایشون خیلی مهم بود و برای این مسائل اصالت حتی قائل بود، اصالت وجودی، و این خیلی مهمه. شما وقتی خطبه اول نهج البلاغه مثلا ورق بزنید که از آفرینش دنیا و خلقت شروع میکنه حضرت علی، میبینید که یک اصولی رو در خود خلقت به شما نشون میده که معنیش در جامعه انسانی میشه عدالت. یعنی همون چیزی که ما در طبیعت میبینیم همه چی بر قاعده است و به اصطلاح بر میزان استوار هست و بر قسط و عدل استوار هست، مثلا تغییر فصل ها، نعمت هایی که خداوند به ما میده و مثلا چیزهایی که در خلقت میبینیم و میتونیم ازشون استفاده بکنیم، این به ما نشون میده که بله، در آفرینش خداوند، حالا خارج از جامعه بشری خودمون هم، یک اصولی هست، یک قواعدی حاکم هست که با به اصطلاح استخراج این قواعد میتونیم زندگی خودمون رو بهبود ببخشیم. در قرآن کریم مسائل طبیعی، طبیعت خداوند آیه خونده میشه، یعنی آیات، یعنی نشونه هایی که ما رو به حقیقت نزدیکتر میکنن. وقتی ما در یک پارکی، در یک جنگلی، در یک منظره طبیعی به تماشا میپردازیم،
می توانیم اون قواعد و اون اصول رو ببینیم بدون اینکه خیلی دیگه دانشمند باشیم و هزاران کتاب خونده باشیم و نمیدونم صدها مقاله نوشته باشیم که همه اینا هم خیلی خوبه، ولی وقتی اون آیات رو نتونیم ببینیم واقعا کم دیدیم یا چشممون رو درست باز نکردیم. یعنی اصالت، اصالت با حقوق و آزادی های انسان است. به این دلیل حضرت علی به قدرت فقط تا جای اصالت یا برای قدرت تا جای اصالت قائل هست که بتونه با دستیابی به این قدرت کار خیر انجام بده و جامعه انسانی رو به سوی ببره که در واقع خواسته خداوند هست و این قسط و عدل هست. در خطبه معروف شقشقیه که در بعد از پیشنهاد به اصطلاح گروه کثیر از مردم به ایشون در مورد به اصطلاح قبول کردن رهبری ایراد شده، خودشون میگن که به ناگاه دیدم که انبوه مردم روی به من نهادند. انبوه چون یالهای کفتاران گرد مرا از هر طرف گرفتند، چنان که نزدیک بود استخوان‌های بازو و پهلویم را زیر پا فرو کوبند و ردای من از دو سو بردرید. چون رمی گوسفندان مرا در بر گرفتند، اما هنگامی که زمام کار را به دست گرفتم جماعتی از ایشان عهد خود شکستند و گروهی از دین بیرون شدند و قومی هم دست ستمکاران گردیدند. بدانید سوگند به کسی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده که اگر انبوه آن جماعت نمی بود یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی نگزینند، افسارش را برگنش می افکندم و رهایش می کردم و در پایان با آن همان می کردم که در آغاز کرده بودم و می دیدید که دنیای شما در نزد من از عدسه ماده بزی هم کم ارجتر است. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی قدرت نزد او کمتر از عدسه بز بود، یعنی اینقدر حقیر، اینقدر کم، مگر اینکه به پیمانی که خدا از انسان‌ها گرفته بود که شما به حقوق انسان‌ها برسید و به اصطلاح ستمکاران رو نابود کنید، اگه این نبود من اصلا قدرت رو نمیپذیرفتم. نظرشون این بود قدرت فقط موقع اصالت و معنی داره که آدم بتونه کاری انجام بده. ولی با این حال بعدن اونطوری که خودشون گفتن میبینید که چی شده. گروهی از دین خارج شدن، خوارج که گروه معروفی هم هستن که در واقع به خاطر مخالفت با تصمیم ایشون مبنی بر حکمیت در جنگ با معاویه از ایشون جدا شدن، در واقع خارج شدن. به این دلیل بهشون میگن گروه خوارج. و این اتفاقات که افتاد نشون میده که قدرت فقط موقعی معنی داره و اهمیت پیدا میکنه که حاکم میتونه کاری انجام بده. در طول حاکمیت حضرت علی ما
میبینیم که حضرت علی چه روشهایی رو به کار بردن تا این اهداف والایی که داشتن در عمل پیاده کنند. آخه ما خیلی، خودمون مثال میزنم، خیلی اهل عمل نیستیم. ما حرف زیاد میزنیم، حرفای قشنگی هم زیاد میزنیم، از رسانه‌های مختلف، از کانال‌های مختلف، حتی اسلامی هم حرفای خیلی زیبایی میبینیم، ولی بعد میبینیم که یا عمل نمیشه یا خیلی کم عمل میشه. ولی حضرت علی اینطوری نبود و این منجر به شهید شدن ایشون شد که تو به حرفات عمل کردی، کاش عمل نمی کردی کشته نمی شدی. ولی اینطوری نبود. حضرت علی اصلا هیچ شوخی و هیچ به اصطلاح سهل انگاری در مورد اهداف والای خودشون نداشتن. مثلا در یک جایی میگم که خیلی هم معروف، شما همتون شنیدین، چیز تازه نیست ولی تکرارش مفیده. در خطبه شماره شو من اینجا ندارم ولی میتونید به راحتی پیدا کنید، در مورد عثمان میگن که به خدا سوگند اگر چیزی را که عثمان بخشیده نزد کسی بیابم آن را به صاحبش باز میگردانم، هرچند آن را در کابین زنان کرده باشند یا بهای کنیزکان که در دادگری گشایش است و آن که از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می رود بیشتر به تنگ آید. یعنی بلا فاصله وقتی ایشون کار رو شروع می کنن حساب باز می کنن و میگن که خب الان چه اموالی، چه چیزایی به ناحق به این و اون منتقل شده، کی صاحب مثلا این پول شده، اون مال شده، اون ملک شده، تمام اینا باید حسابرسی بشه و باید به اصطلاح پرونده ها رو بشه. یعنی از ابتدا به ساکن ایشون کارشون رو شروع میکنن. هدف های والا دارد که ریشه در هستی داره، از قرآن و حدیث هم به اصطلاح استخراج کردن، ولی در این حال همون زمان هم پیاده میکنن. یا مثلا اتفاق و واقعی خیلی معروفی هست که میگن که یک زن کتابیه یا یهودی بود یا مسیحی بود، زیورالاتش رو ازش گرفتن و بهش معترض شدن و وقتی این خبر بهشون میرسه به عنوان حاکم میگه که اگر مردی به خاطر اندوه بعد از این اتفاق ناگوار مرده بود حقش بود. یعنی اینقدر این واقعی این اتفاق براشون سنگین بود که در زیر